در خدمت دوست عزیز آقای هومر آبرامیان چیزی یاد بگیریم. بسیار خوش آمدید قربان. سپاسگزارم. با درود به روان زرتشت پاک، بنیانگذار فرهنگ و آرمان شهر ایرانی، و با ارمغان بهترین درودها و سپاس از شما جناب آقای رضا فاضلی که این فرصت رو فرادست من گذاشتید که دقایقی با همیهنان خوبم باشم و با امید پیروزی ملت ایران بر ایران ویرانگران تبهکار، امید این که سال آینده پس از اینکه نوروز رو پشت سر گذاشتیم سالی پربار داشته باشیم برای ایرانیان، برای میهنمون، و روز به روز گامهای بلندتری در راه پیشرفت و بهبود برداریم به امید آن روز. قبل از اینکه وارد بحث بشیم من میخوام از دوستان چند دقیقه وقت بگیرم آقای آبرامیان را معرفی کنم، چون در حافظه 70 سالگی بنده همه این معرفی نمی گنجید از نوشته استفاده میکنم. آقای هومر آبرامیان در سال 1317 در شهر همدان به دنیا آمد. او از آسوری زادگان ایرانی تبار است که از سال 1990 در سیدنی استرالیا زندگی میکند. او از سن نوجوانی پژوهش خود را درباره سیر تاریخ افکار بشر و ادیان جهان آغاز کرد. دانش او درباره یهودیت، مسیحیت، اسلام، بهائیگری، زرتشت و گاتهای او و شاهنامه فردوسی از جرفای ویژه‌ای برخوردار است. او به فرهنگ ایران زمین عشق می‌ورزد، مهری فراوان دارد و در راه نگهداری و گسترش آن تمام وقت و مال و دانش خود را به کار می‌گیرد. از سال 1990 سازمان بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا را بنیاد نهاد و تا کنون 4 جشنواره بین‌المللی به فرهنگ دوستان ارمغان داده است. جشن مهرگان 1994 10 شبانه روز و برپایی تندیس کوروش بزرگ و لوحه حقوق بشر در پارک المپیک سیدنی که اگر آقای پاول محبت کنن بله این عکس اون کاره. جشنواره از اوستا تا شاهنامه در سال 1998 برپایی 150مین سال برپایی دانشگاه سیدنی در سال 2000 و بزرگداشت 3مین هزاره آموزش های زرتشت یونیسف در 2003. در این بود که شما اون تقدیرنامه رو گرفتین؟ بله. این هم تقدیرنامه است که اونجا هست. قضاوت درباره دانش او را به شنوندگان واگذار می کنم و امیدوارم که شما از من تشکر بکنید که شما را با چنین شخصیتی آشنا کردم. جناب بحث رو اگر همون جوری که شما درود به زرتشت فرستادید از زرتشت شروع کنید. بله. زادگاه زرتشت رو برعکس این که بعضی ها میگن در غرب یا در شرق ایرانه و صحبت‌های زیادی هست، اونجوری که من تحقیقات دانشمندان رو خوندم از آریایی‌هایی که به عنوان هند اروپایی و بعد هند و ایرانی به جنوب اومدن و گروهی کشاورز و گروهی دامدار بودن، حضرت زرتشت یکی از روستازادگان یعنی دامداران دهقانان مثل فردوسی از این طایفه بودند و روایات مختلف از 1600 تا 2000 سال قبل از میلاد و تا 6000 قبل از میلاد هم در جاهای مختلف میگن. این رو اگر یه بررسی بفرمایید که ببینیم از کجا اومدیم و اصولا چه محیطی، چون همیشه محیط بایستی فکر جدید رو بپذیره. چه محیطی به وجود آمده بود که این دانشمند بزرگ اینجور متأثر شد و این فیلسوف به این راحتی حرفاشو در اون تاریخی که مردم واقعا همدیگر رو میخوردن زد؟ من نخست دیدگاه خودم رو نسبت به جایگاه زادگاه زرتشت و زمان او بگم و سپس پاسخ شما رو خواهم داد. از دید من این مسائل اصلا حائز اهمیتی نیست که زرتشت در کجای جهان به جهان آمد، زاده شد و در چه زمانی زاده شد. چندی پیش هنگامی که ما سمینار
بررسی قاطعه رو در نوامبر سال گذشته برگزار می کردیم با نوعی از سوئد به من تلفن کرد، گفت که شما چرا گله نمی کنید از سازمان یونسکو که گفته است سومین هزاره، چرا نگفته است چهارمین هزاره؟ و من به ایشون همین پاسخ را دادم که از دید ما سومین هزاره، پنجمین هزاره، دهمین هزاره یا همین دیروز هیچ فرقی نمی کنه. نکته اون گوهر پنهانی است در پیام زرتوش، اینکه در کجا به جهان آمد، در کجا زاده شد و در چه محیطی بود. او در کره زمین به جهان آمد و در درازای زمان. مسئله پیام اوست. آیا این پیام پیامی است ارزشمند؟ آیا این پیام میتواند چهره جهان را دگرگون کند یا نه؟ این مسئله است که من شخصا به او بیشتر دوست دارم که بپردازم. اما برگردم به پاسخ پرسش شما. تا همین چندی پیش خب گفتارهای متفاوتی بود. برخی زادگاه زرتوش رو در آذربایجان میدونستند، بیشتر نگاه ها میرفت به سوی سهند و سبلان و دریاچه ارومیه و برخی خراسان. اما سرانجام نزدیک که به 25 سال پیش به این سو بیشتر نگاه ها رفت به سوی خراسان بزرگ، یعنی پیرامون دریاچه آرال و زمان حدود 3700 سال پیش. امروز باستانشناسان بیشتر روی این زمان و بیشتر در این مکان متمرکز هستند که ما اینکه ما در همایش زرتشت‌شناسی که در نوامبر سال گذشته در راستای بزرگداشت سال زرتشت پاسخی شایسته برای سازمان یونسکو که سال رو به مناسبت سومین هزاره آموزش های زرتشت ارج گذاشت، در اون سمینار بانوی باستانشناسی از دانشگاه سیدنی به نام دکتر آلیسون بیت که پژوهش های خیلی زیادی در منطقه تاجیکستان انجام داده، ایشون با فیلم و اسلاید نشان داد جایگاه زرتشت و زادگاه زرتشت رو و زمان همون زمان 3700 سال پیش. اما اینکه حالا فرض کنید که 500 سال کمتر یا بیشتر، یا اینکه جایگاه زادگاه زرتشت رو اندکی این سوتر یا آن سوتر ببریم، به گمان من نقش زیادی نداره. این رو بهتر است ما به باستانشناسان و ویژه‌کاران بسپاریم. ملت ایران، خود ما همراه با همه دیگر خوبان جهان که در راستای بهسازی این جهان و در راستای بهزیوی و شادزیوی مردمان کوشش میکنن، همه با هم همازور بشویم، همتوان بشویم برای دگرگون کردن چهره جهان و زندگی بهتر. این است که اون چیز رو ما در پیام زرتشت در میابیم و به گمان من رفتن دنبال این که دقیقاً زادگاه زرتشت در کجا بوده است و زمان او حالا 500 سال کمتر یا بیشتر تأثیری در اون درون مایه پیام زرتشت نداره. بسیار سپاسگزارم. این خودش خیلی بحثا رو از بین میبره دیگه. ببینید، من این سوال رو کردم چون خودم هم این شک رو داشتم، خیلی هم که به این برنامه ها علاقمندن حتما داشتن. در زمان تولد زرتشت خداهای مختلفی بودن و مردم یک عده‌ای به یه عده‌ای تجاوز میکردن و اون کسانی هم که والی این خداها بودن مثل آخوندهای امروز، اونها از مردم مال اموالشون رو میگرفتن، مراسم قربانی به جا میآوردن و میگفتن این کار رو فقط ما میتونیم بکنیم. و این ضرورت زمانی بود که زرتشت اون و این دفعه زرتشت فیلسوف متولد شد. بله، عرضم بزرگ شما که پیش از زرتشت خب همچنان که فرمودید کرپانان، کویها و اوسیچها که زرتشت در گاتاهای خودش از این سه گروه تبهکار نام میبره. کاهنان که واژه کاهن یک واژه آرامی است به معنای پل، یعنی کسانی که خودشون رو پلی میدانن بین آدمیان و بین خدا. این کاهنان در زمان زرتشت به نام کویها بودن که رؤسای قبایل و تبارها بودن و کرپانها که کسانی بودن مانند همین آخوندها و ملایان و کشیشان و مغان که از جرفای پندارهای بیمار خودشون خدایان دروغین می ساختند و می پروراندند و به خورد مردم می دادند. خدایان دروغینی مانند اردویسور آناهیتا، مانند خدای مهر و مانند بسیاری خدایان دیگر. و اوسیچ ها گروه دیگری بودند که با آیین های بسیار پیچیده و تو در تو جانداران بیشماری رو قربانی می کردند و خون اینها رو می ریختند برای فرونشاندن خشم خدایان. این نازکندیشان بیشر همه رخدادهای طبیعی، همه کنشها و واکنشهای خوب و بد طبیعت رو به خدایان دروغین خودشون نسبت می دادن. زرتشت پاک دریافت که
علت اصلی همه نگونبختی های جامعه خودش رو از روی بیدانشی و نادانی مردم دانست و برای اینکه این نادانی رو براندازه، راه در این بود که نخست خدایان رو از اون بارگاه آسمانی خودشون پایین بیاره و سپس دست این آخوندها رو از سر مردم کوتاه بکنه و دانش مردم رو بیفزایه. البته دانش نه به منظور سواد آموزی است، بلکه سواد دانش نیست. کسانی که چهره امام رو در ماه دیدن آدمهای بی سوادی نبودن، بیشترینشون کسانی بودن که فارغ التحصیل دانشگاه هم بودن. بنابراین سواد رو با دانش جدا بدانیم. منظور از دانش اون دانش درونی است، اون بینش درونی است. اون رو نداشتیم ما که چهره امام رو در ماه دیدیم. و زرتشت کوشید تا این گونه نادانی رو از میان جامعه خودش براندازه و اون بینش درونی و دانش درونی رو پدید بیاره در میان جامعه. و اگر چنین بشود، اگر در جامعه این دانش جایگزین بیدانشی بشود، دیگر دست کرپان و کاهن و ارزم بزرگتون کشیش و ملا و همه اینها برمیافته و آدمیان دیگه نیازی به اون خدایان دروغین پیدا نمی کنند. چون این ملاها یا همون کرپانها اینها فقط میمدن مردم رو از قهر خدا، از اینکه شما رو جلز و بلز میندازه و نمیدونم آتیشتون میکنه و داغتون میکنه و اینجا، از بیعقلی مردم و از ترس اونها استفاده میکردن و حاصل دسترنج اینها رو میبردن و میخوردن. به این زمان جایی بود که زرتشت با فلسفه مزدا که دانش بزرگ نامش بود و بعد در زرتشتیت به اهورامزدا مبدل شد که اصلا دو تا کلمه متفاوت اینا با هم دیگه، با مزدا اومد زرتشت و تمام حرفهایی رو که میزد برای انسانها و برای اینکه خود شما عقل داری، خود شما شعور داری، خود شما میفهمی، تصمیم گیرنده خودتی، شاهدی های دنیا مال خودته، اینها رو در گفت و شنود هایی که به گات ها معروفه اون زمان و تنها چیزی است که از زرتشت مونده، این رو من خواهش میکنم راجع به گات ها و فلسفه گات ها توضیح بفرمایید. بله، واژه گاتا اساسا در زبان گاتایی یعنی سرود، یعنی ترانه. یکی از زیباترین کارهایی که زرتشت کرد همین بود که پیام خودش رو برای که دلنشین بشود، همانند کاری که فردوسی کرد، این رو در پیاله چامه ریخت، یعنی به صورت ترانه این پیام رو گذاشت. مجموعاً 17 سرود هست و روی هم رفته 6000 واژه، بسیار ساده، کتابی است به همین کوچکی که شما می‌بینید و هر کسی، هر پژوهشگری میتواند به اندازه 2 ساعت 3 ساعت صرف وقت کردن این گاتاها رو بخونه. ما اینجا داریم هم به زبان فارسی هم به زبان انگلیسی، خدا رو شکر. یعنی میدیم به تماشاگران. من پیشنهاد میکنم که همه هر ایرانی باید این کتاب رو بخونه، گاتاها رو بخونه. پیامی که زرتشت در اینجا برای ما به جا گذاشته در این 17 سرود، در چند جا باید این رو بررسی کرد. یک اینکه خدای زرتشت اون خدای سامی نیست، یعنی انسانواری که در آسمان نشسته و از آسمان فرمان میراند بر آدمیان که چنین بکنید چنین نکنید، این بکن آن نکن، شریعت میگذاره، فرمان میده، گاهی مهربان، گاهی بخشنده است، گاهی قاسم الجبارینه. چنین ویژگی هایی رو خدای زرتشت نداره. گاهی مکر میکنه، گاهی مکر میکنه، گاهی مکار هم هست و مکارترین مکاران هست. خدای زرتشت بذارید من اینو توضیح بدم برای کسایی که ممکنه نشورشن. آیه قرآن میگه ان الله ماکر المکارین، این دقیقا آیه قرآنه. بله. ولی خدایی که ما در گاتاها میشناسیم چیزی نیست به جز یک دانش بزرگ فراگیر. خود واژه مزدا که برخی او رو با خدا برابر میدانند بعد هم نیست بدانند، از دو بحر تشکیل می شود. بحر نخست مس که همون است که در زبانهای هندو اروپایی و در زبان انگلیسی هم داریم، در واژه هایی مثل مس میدیا، مس گریف، مس پروڈاکشن. در فارسی می گوییم مس و وح و پیروزگر بود مینوی مهر ایران، به چم بزرگ، وسیع، فراخ. و بحر دوم دا از بنواژه دانش هست، بنابراین همدایش یا ترکیب این دو بحر می شود دانش بزرگ. این دانش بزرگ هست که تمام هستی رو پدید آورده.
همراه با این دانش بزرگ ما با واژه دیگری در گاتا آشنا می شویم که دومین پایه پیام زرتشت هست و اون هست اشا. اشا در زبان گاتایی برگردانش به زبان فارسی امروز می شود هنجار، هنجار هستی. این واژه هنجار رو بسیاری از دوستان بارها و بارها از من خواستند که بیشتر باز کنیم جناب فاضلی، کمی روشن بشه برای دوستان ما که هنجار چه هست. هنجار یعنی هماهنگی، یعنی ریتم. اگر به یک ارکستر بزرگ، به یک ارکستر سیمفونی بزرگ نگاه کنیم، میبینیم که 100 150 نفر یا 60 نفر یا 70 نفر همه با هم یک ترانه رو میزنن، اما هر کدام سازی جدا از دیگر رو میزنن. همه اینها تحت فرماندهی یک رهبر کار خودشون انجام میدن. اگر یکی از نوازندگان یک نوت نادرست بزنه، تمام اون آهنگ رو، قطعه رو خراب میکنه. اینجاست که رهبر او رو کنار خواهد گذاشت. به ویژه اگر اون اشتباه رو 2 یا 3 بار تکرار کنه، رهبر او رو کنار خواهد گذاشت. چرا؟ برای که اون داره نه تنها به خودش ستم میکنه، بلکه بر کل ارکستر، بر همه گروه نوازندگان ستم میکنه. هنجار اون ریتم فرمانروای بر جهان هست. هنجار همون چیزی است که به بدن خودتون اگر بنگرید، خواهید دید که بی آنکه شما بخواهید، شما نفس میکشید، جگر شما، ریه‌های شما کار میکنن، همزمان با این قلب شما کار میکنه، به اینکه شما بخواهید و نقشی در او داشته باشید. قلب داره کار خودش انجام میده، ریه‌ها کار خودشون انجام میدن، کلیه‌ها کار خودشون انجام میدن، اما همه اینها در یک سامان بسیار بسیار ژرف، در یک سامان باور نکردنی با همدیگه کار میکنن که هستی و زندگی شما رو پدید میارن، به شما جان میدهن و جان شما رو تداوم میبخشن. اگر یکی از این سازه ها از کار بیفته، شما دچار بیماری خواهید شد. بنابراین بیماری چیزی نیست بجز در همشکستن اشا، یعنی اون نظم و اون سامانی که بر زندگی شما حاک فرماست. پیامی که زرتشت در اینجا میدهد به ما نشان میدهد که سراسر هستی، از کوچکترین ذره تا بزرگترین کهکشان ها، همه با هم همانند یک ارکستر بزرگ با هم یک آهنگ رو میزنند که این آهنگ، آهنگ هستی و زندگی است. ما آدمیان نیز هم از لحاظ تنی، هم از دیدگاه روانی، مهره‌ای هستیم از مهره‌های به هم پیوسته سراسر هستی. بنابراین همون هنجاری که بر سراسر هستی فرمان می‌راند، چرخش زمین به دور خودش، چرخش زمین به دور خورشید، نظم کیهانی، نیروی جاذبه، فوتون‌ها و چرخشی که الکترون‌ها دارن در درون اتم، همه اینها همون هنجار هست که ما هم بخشی از مهره هستی هستیم. بنابراین ما هم زیر فرمان همون هنجار جهان هستیم. سلامتی، شادابی، تندرستی، بهزیوی زمانی بر ما حکم فرما خواهد بود، از آن ما خواهد بود که ما پا به پا و گام به گام این هنجار حرکت بکنیم. به محض اینکه این هنجار رو بشکنیم، آبها آلوده می شوند، هوا آلوده می شود، در اثر پرخوری یا کمخوری، زیادخوابی یا کمخوابی، خوراک نادرست، روابط نادرست در جامعه و روابط نادرست در شیوه های اقتصادی، در شیوه های سیاسی، هر یک از اینها هنگامی که اشا شکسته شد، بخت بد هنجار بر ما مسلط می شود. ولی اگر که ما اشا رو حفظ کنیم، پیروزی و شادمانی و بهزیوی از آن همگاه خواهد بود. به زبان ساده اشا نظم جهان هستی، نظم جهان هستی از یک اتم تا کهکشان ها، تا بی نهایت کهکشان، زبونی که من بفهمم. بعد از اون وهمن هست. بله، وهمن این رو بارها گفتن اندیشه نیک، ولی در مورد اندیشه نیک من کمی تردید دارم، برای که گاهی ما رو به این سوی میبره اندیشه نیک، یعنی شما به چیزهای نیکو بیندیشید، مانند مهر، مانند عشق، مانند صلح، به این چیزها بیندیشید. من خیلی با این برگردان، با این تعاریف سازگار نیستم. به گمان من اندیشه نیک یا وهمنا، یعنی اندیشه رو پیراستن از همه زشتی‌های درون. مثالی رو پروانه بدید خدمتون عرض کنم جناب فاضلی. شما در یک هوای مهالود، در یک هوای ابری، کرانه های دور رو نمیتوانید ببینید.
شما حتی در یک فاصله خیلی کوتاه چهره زیبای خودتون رو هم در آینه نمیتوانید ببینید اگر آینه شما غبار گرفته یا بخار گرفته باشه. برای دیدن شما به چند سازه نیاز دارید: یک، هوای روشن، دو، هوای پاک، سه، چشمان بینا که شما بتوانید کرانه های دور رو ببینید. زمانی که ترس بر شما چیره هست، زمانی که خودخواهی و خودبینی بر شما چیره هست، زمانی که کینه و خشم بر شما چیره هست، اینها همون قبارها، همون آلودگی هایی هستند که جلوی اندیشه شما رو میگیرند و شما نمیتوانید که اندیشه نیک داشته باشید. برای رسیدن به وهومنا، یعنی اون اندیشه نیک که از راه اون اندیشه نیک بتوانید اشا رو دریابید و مزدا رو دریابید، شما ناگزیر باید این کار انجام بدید، آینه رو باید پاک کنید. برای پاک کردن آینه شما باید از خشم، از کینه، از بلیج ترس و خودخواهی، خودبزرگبینی، حتی خودکمبینی، حسادت، رشک، اینها رو از خودتون پاک کنید، خودتون رو پیرایش بدهید، سپس اندیشه شما حال زمان آماده است که شما بتوانید ببینید. با این دیدن هست که شما میتوانید اشعار رو دریابید، یعنی اون ریتم جهانی، اون هنجار فرمان روای بر هستی رو میتوانید دریابید و از راه او مزدا رو دریابید و خودتون رو با او همگام کنید، وگرنه با اندیشه هایی که آلوده است شما امکان دیدن اشعار رو نخواهید داشت. بی‌نهایت سپاسگزارم. من جزئیات بعد رو ول میکنم چون ما فقط وقتمون میدونین محدوده. بعد از زرتشت خیلی چیزها اضافه شد به دین زرتشت، به خصوص اکمنها بودن. اون اکمن خدای آتش بود گویا در زمان قبل از زرتشت. بله، که اون مسئله آتشبانی و آتش نگاهداری، اون کاهنان قبلی اومدن جای اینا رو گرفتن، که حتی اردشیر بابکان یکی از اینا بود. در زمان ساسانیان، در زمان اشکانیان یک بار دوباره جمع‌آوری کردن، چون در زمان اسکندر گویا از بین رفته بود تمام نوشتارهای زرتشت، در زمان اشکانیان بازنویسی کردن و اون اشعار اولیه رو تبدیل کردن به ترجمه. بله. و بعد یک بار دیگه هم در زمان ساسانیان شد. دین از اون پاکی و خالص بودن خارج شد، چیزای دیگه قاطی شد. بله، درسته. پس از این که خب زرتشت، نخواست این رو بگیم، فراموش نکنیم که زرتشت اگرچه یک تنه با کویها و کرپانها و اوسیچها، یعنی ملایان و کشیشان و لاویان و مغان، با همه اینها در افتاد و همه رو شکست داد و یک تنه بر اونها پیروز شد. البته این پیروزی نه پیروزی یک پهلوان بود، نخیر، یک پیروزی فرهنگی بود، یک پیروزی بزرگ بود در تاریخ پیشرفت‌های علمی و فرهنگی بشر، که او توانست این دانش رو گسترش بده در جامعه خودش، و هنگامی که جامعه به این دانش رسید، خود جامعه بود که کرپانها و ملایان رو از اریکه فرماندهی پایین کشید. اما پس از اینکه زرتشت تن خودش رو گذاشت و به جاودانگی پیوست، اندک اندک اون شکست خوردگان دو مرتبه بالا آمدن، برگشتن. ببینید، همون داستان فریدون و ضحاک است که چندی پیش شما از فردوسی با من گفتگو می‌کردید. فریدون ضحاک رو نکشت، ضحاک رو به بند کشید، و این نشان دهنده این است که بدی قابل کشتن نیست، ولی قابل این هست که ما او رو به بند بکشیم. پس زرتشت هم این کارو کرد، زرتشت بدی رو نکشت، زرتشت بدی رو به بند کشید. اما گاهی این بدی بند پاره میکنه، بندها رو گسیخ. دو مرتبه پس از زرتشت اومد رو. به باور زرتشت در وجود هر شخصی هم نیکی هست هم بدی، همینطوره. و این خدای سیاه و خدای سفید، ما هر کدوم از ما یک نموداری از اون خدای سفید و خدای سیاه هستیم که بایستی به راهی بریم که دانش داشته باشیم. یعنی که یک سال و نیم اینجا من شروع میکنم به نام خداوند جان و خرد، و وقتی خرد رو میگم یکی میزنم به مغز خودم که شاید یه خردی هم تو مغز من بیاد. به این دلیل زرتشت با دانش به جنگ بدی رفت. زرتشت همین جوری که آقای آبرامیان گفتن شمشیر نکشید به جنگ بدی بره، نگفت یا جزیه بده یا مسلمون بشو.
اومد گفت دانش بزرگ هست، شما پیروی از دانش بکنید تا شما بتونید زندگی بهتری داشته باشید، نه اینکه برین اون دنیا چیزی گیرتون بیاد، توی همین دنیا بهترین ها رو برای خودتون بخواید، زندگی خوب داشته باشید. امروز یک برنامه میشنیدم، گفتم که شکم گرسنه به هر کار بدی تن در میده. مسئله فارسی هم داریم که شکم گرسنه دین و ایمون نداره. این حرکت مثلا گرسنگی یکی از بدقحطی، یکی از بدیهای خدایان بده. اینه که سعی زرتشت بر این بود که با دانش، با آگاهی، اینی که هر روز باز دارم میگم، تا گفتن امام رفته تو ماه کلتون رو بالا نکنین، بگین چه جوری امام رفته تو ماه. این دروغ ها هرچی بزرگتر باشه در متون مذهبی ما اومده و متاسفانه همان بهش همین جوری چشم بسته نگاه میکنن. میشن زرتشت، رسالت زرتشت، وظیفه زرتشت، اون چیزی که حس میکرد این بود که مردم رو از جهل و بیعقلی و تاریکی در بیاره، جلوشون چشمشون رو روشن بکنه، این قبار رو برداره که بتونن دورتر و دورتر ببینن. از نظر من بودا هم همین کار رو کرد. بودا هم اومد که بگه آقا جان خودتی، خدا خودتی، ولی به محض اینکه از دنیا رفت یه مجسمه درست کردن، گفتن این خداست، مجسمه بودا رو گفتن خداست. این اضافاتی که وارد میکنن که متاسفانه من توی چند تا برنامه قبلم داشتم همین رو میگفتم که وندیدادها اصلا نوشته زرتشت نیست، ولی در اونها آداب و رسوم می آورده که تو تورات هم هست و اینها مسئله کاری به زرتشت نداره، اینها اون گادها مال زرتشته و هرچی بعد روش اضافه کردن در تاریخ ها. بعد الان میگن که فرض کنید مثلا یسناها رو نوشتن چون میخواستن گاتاها رو توش قایم کنن، احتیاجی نداشت، چیز خوب میمونه همیشه. من یه مقداری ازتون میخوام خواهش کنم، گون که دشمن زیاد پیدا میکنیم، راجع به خرافات در اوستا یا خورده اوستا، نمازهایی که بعد درست شد که اصلا در دین زرتشتی اونی که زرتشت اصلا نمازی وجود نداشت، این نمازهای پنجگانه که بعد به ارث رسید به اسلام، ببینید اینها رو اگر یه خورده راحتین باهاش. بله، عرضم بزرگ شما که همچنان که عرض کردم، زرتشت پس از اینکه بدنش رو گذاشت و به جاودانگی ها پیوست، مغان دو مرتبه روی کار آمدند و شروع کردن با آوردن همون دینهای پیش از زرتشت، اونها رو دوباره زنده کردن. منتها برای اینکه این رو به جا بندازن، این سخن این کار کرد در کتاب بسیار زیبایی که نوشت به نام چنین گفت زرتشت، هیچ یک از سخنانی که نیچه گفته سخنان زرتشت نیست، ولی این سخنان رو برای که در واقع جا بیاندازه گفت زرتشت چنین گفته است، در حالی که زرتشت نگفته است. مغان هم دقیقا همین کار کردن، سخنانی رو که زرتشت نه تنها نگفته بود بلکه زرتشت با اونها ستیز کرده بود، زرتشت اونها رو برانداخته بود، دوباره اینها رو روی کار آوردن و اندک 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 یک اوستای بزرگی نوشته شد، اوستای متأخر که وندیداد هم بخشی از او هست. خود وندیداد با تلفظ درست اوستایی وی دا اوا داتا، یعنی قوانین به ضد دیو. زرتشت اصلا قانون نداره، زرتشت هرگز نگفته است که چه بکن چه نکن. همچنان که فرمودید و درست گفتید که زرتشت بر این باور هست که نیک و بدی بیرون از اندیشه من نیست، هر اون چه که هست در اندیشه خود من هست، این من هستم که اندیشه نیک رو بیرون میارم یا اندیشه بد رو. توجه میفهمید؟ بنابراین امروز هنگامی که ما سخن از زرتشت میگوییم، گاهی بر ما ایراد گرفته میشود که آقا شما میخواهید ما را از خرافات اسلام یا از خرافات ادیان ابراهیمی دیگر بیرون بکشید، در دامن خرافه دیگری بیاندازید. نه، چنین ما نمیخوایم چنین بکنیم. ما به شما میگوییم یاران، همیهنان، دوستان، اوستا هیچ پیوندی با زرتشت ندارد. کتاب اوستا و وندیداد هر دو رو من بارها و بارها به عنوان یک پدر برای جوانان و نوجوانان پیشنهاد کردم، به ویژه کسانی که با شاهنامه سر و کار دارن،
اوستا رو بخوانید و بخوانید و لذت ببرید. نوش جانتان باد. در خانه هر ایرانی یک پوشینه اوستا باید باشه. وندیداد یک دانشنامه کلان ایران باستان هست، اما هیچ پیوندی با زرتشت نداره. حالا من یک بند کوچکی رو میخوام براتون از سخنان زرتشت بخونم. اگر چنین سخنی رو در هر یک از ادیان ابراهیمی شما دیدید، اون موقع شما ایراد بگیرید که چرا ما رو از دامن یک خرافه بیرون میکشید در دامن خرافه دیگر. میفرماید ای مزدا، هنگامی که تو را با اندیشه ام شناختم، دریافتم که تو ای سرآغاز و سرانجام هستی و تو ای سرچشمه اندیشه نیک، و آنگاه که تو را با چشم دل دیدم، دانستم که تو ای آفریدگار راستین هنجار و تو ای داور کردار مردمان. یعنی چه؟ یعنی اون دانش بزرگ هست که داوری خواهد کرد، نه پیشگاه داوری پس از مرگ که من به حضور خدا خواهم رفت، اونجا من رو به جهنم یا به بهش خواهم فرستاد. چنین چیزی نیست. همینجا دانش بزرگ داوری خواهد کرد که حرکتی که من انجام دادم خوب بود یا بد بود، و پاداش اون رو همون زمان به من خواهد داد، نیک یا بد. این است اندیشه زرتشت. شما این رو در هیچ کجا، در هیچ یک از کتب ادیان ابراهیمی، نه مسیحیت، نه یهودیت، نه اسلام، نه بهائیت، نخواهید دید. در سراسر این آموزش های بزرگ، این وخشور بزرگوار ایرانی که ما ایرانیان سرفراز هستیم به اینکه از ایران زمین چنین ابر انسانی، ابر اندیشمندی برخواسته است که نخستین سنگ بنای تاریخ تفکر رو گذاشته، چنین انسانی آیا اصلا با خرافات هیچ سر سازگاری نداره؟ بنابراین اوستا نه تنها با زرتشت آشنا نیست، در بسیاری از بخش‌های اوستا به ویژه در وندیداد ما ستیز با زرتشت رو می‌بینیم. این رو نباید با او یکی بدانیم. سخن ما بر روی زرتشت هست، نه زرتشت دیگری. حساب زرتشتیگری چیزیست، من همه احترامم و ارجم برای همه زرتشتیان، همیهنان ارجمندم، ولی جناب فاضلی همینجا پروانه بدید من یک نکته رو باز کنم برای شما. وان این است که من سفری به هند داشتم، سه هفته در هند ماندم. پارسیان هند، دیداری که من باشون داشتم با دانشجویان و با سازمانها و انجمنها، برام کاملا روشن بود که این مردم خیلی فاصله گرفتن با گاتاها، با خود زرتشت، و بیشتر پیروی میکنن اوستا و به ویژه وندیداد رو. اما از اونجایی که رسوب اندیشه زرتشت در اونجا دیده میشه در دل این مردمان، شما در هر کجای این شهرها که پیام زرتشت رو اجرا میکنه، پیام اجرا میشه. مسئله این است که شما جای جای شهر بمبی یا شهرهای دیگر جا به جا تندیس ها و مجسمه های پارسیان رو میبینید. اتفاقا چرا؟ من بودم اونجا. چرا؟ چرا این همه پارسی، این همه مجسمه؟ چرا یک گروه اندکی پارسیان در یک جمعیت بالای یک بلیون این همه محبوب؟ برای که کردوکار این مردم، برای که اندیشه این مردم در نیکوکاری، در اندیشه نیک و نیک اندیشیدن، نیکو سخن گفتن و نیک عمل کردن به جای رسیده است. آنچنان این مردم محبوب هستند در هند که هندی ها قدم به قدم تندیس های پارسیان رو گذاشتن. من حدود 10 ماه بمبئی کار میکردم در خود و شاهد بودم اینا. که شما میفرمایید در خود ایران شما نگاه کنید، برید شما پرونده های دادگستری رو نگاه کنید، شما در سراسر این تاریخ دادگستری ایران 5 تا زرتشتی در زندان نخواهید دید که اینا به جرم کلاهبرداری یا جنایت یا چه و چه به زندان رفته باشن. چرا؟ رسوب اندیشه های گاتایی است در اونها. حالا ممکنه که اونها اصلا نمیدونن. شما با بسیاری از زرتشتیان گفتگو میکنید، اصلا نخوندن گاتاها رو، نمیشناسن. واقعا گاتاها رو نمیشناسن. با زرتشت بیگانه ماندن. اما همون رسوب اندیشه های پاک زرتشت در درونشان سبب شده است که اونها رو آنچنان در جامعه ایرانی محبوب کرده که هر کی که میخواد داد و ستدی بکنه با زرتشت میگه آقا نترسید، طرف زرتشتیه، کلاهبردار نیست. ببینید این چیست؟ این از همین گاتا است. پایه بر راستیه، نه پایه بر دروغ و دروغ. بله. دروغ در دین زرتشتی بدترین دروج میگفتن. بله. دروج میگفتن. بله. دروج. که بعد به زبان ما به دروغ شد، معرب دروغه. بزرگترین گناه انسان دروغگویی بود. یعنی بدترین کاری که یک انسان میتونست بکنه این بود که دروغ بگه. حالا چرا؟ فلسفه این چیه؟ اگر شما بخواید دروغ نگید، فکر میکنید این کار ناشایست رو اگر بخواید بکنید، از شما یک کسی میپرسه و اونجا مجبورید دروغ بگید.
یا باید راستش رو بگید این کار رو ناشایسته بکنید یا اینکه. و این فلسفه دروغ نگفتن، اگر واقعا کسی بتونه در دنیا، ادعاش آسونه ولی خیلی کار سختیه که انسان بتونه دروغ اصلا نگه، اون وقت ببینید چه دنیای تمیزی ما خواهیم داشت. اینی که من در این موردم میخواستم، چون به غلط این رو آوردن، در فارسی میگن دروغ دشمن خداست، هیچ ربطی به ادیان ابراهیمی نداره. نه اونجا دروغ های مصلحت آمیز، خدعه، این چیزا مجازه. بله، در بسیاری از ادیان ابراهیمی دروغ مصلحت آمیز تأیید شده. خود سعدی هم میگوید که دروغ مصلحت آمیز بس راست فتنه انگیز، در حال که زرتشت اصلا سر سازگاری نداره با این سخن. نخواست این که پروانه بدید من واژه دروغ رو یه خورده بیشتر بازش کنیم. دروغ تنها به چم سخن نادرست نیست. واژه دروغ یا دروند، یعنی دروغگو یا دروغ کردار، در گاتاها چمی بسیار گسترده تر داره. هر کردکار نادرستی دروغه. برای نمونه پیمان شکستن دروغ. شما ببینید سیاوش پیمان بست با افراسیاب، حتی با دشمن، که من با تو نخواهم جنگید. هنگامی که افراسیاب در کار کشتن سیاوش هست، سیاوش با اینکه میتوانست شمشیر بکشه و خودش رو نجات بده، اما نمی جنگه، برای که پیمان بسته بود. بنابراین دروغ نمی کنه، یعنی دروغ عمل نمی کنه، رو به سوی خلاف نمی کنه. برای که سیاوش میدانست که شکستن پیمان همان و شکستن عشا همان. بله. عشا رو نمیشکنه، اون هنجار فرمان روای برهستی رو نمیشکنه به خاطر چند روز زندگی دراستر، چند تا نان بربری بیشتر خوردن، چند کیلو نان و نمیدونم پنیر بیشتر خوردن و هوا رو بیشتر آلوده کردن، ارزش شکستن عشا رو نداره. بنابراین تن نمیده به دروغ. پس ببینید، پرخوری دروغ، تنبلی دروغ، خیانت دروغ، سخن نادرست گفتن دروغ، شکستن پیمان دروغ، تهمت زدن دروغ، غیبت کردن دروغ، همه اینها دروغه. و گاتا یا خود زرتشت پاک با هر گونه دروغ سر ناسازگاری داره و نمیپسنده. پشت هر دروغی یاران یک مصلحتی خوابیده است. هیچ دروغی در تاریخ گفته نشده است که مصلحتی پشتش نبوده باشد. اما خرد انسانی، خرد ورجاوند، هیچ دروغی رو نمیپذیرد. تا پای مرگ برو، اما دروغ نگو و پیمان رو نشکن. این از سخن زرتشت. بریم به آگهی ها. کتابی تحت عنوان خاطرات فرح پهلوی، این درست روی کتاب هم نوشته، اون بالا نوشته کهندیارا و زیرش نوشته فرح پهلوی، زیرون هم نوشته خاطرات. در پشت جلدم جمله ایست از محمد رضا شاه پهلوی در کتاب پاسخ به تاریخ: اگر بسیاری از ارزش های ملی ایران اکنون تحت شعاع روح عوام فریبی و نفاق و انتقام قرار گرفته اند، تردیدی ندارم که این ارزش ها زندگی از سر خواهند گرفت و دوباره روشنایی بدین سرزمین باز خواهد گشت. از خدای ایران می خواهم که فریب خوردگان را بیدار و آگاه سازد و نفرت و کینه را از دلهایشان بزداید و رونق و رفاه و آزادی و سربلندی را به سرزمین مقدس ما بازگرداند. این کتاب در کتابخانه تلویزیون آزادی موجوده. از همین امروز شما میتونید زنگ بزنید و بخرید. نگید فاضلی گفته، مجانی. بس با اجازه شما میریم آگهی ها رو ببینیم و برگردیم. سپاسگزارم. رود دوباره و سپاس از اینکه هنوز با ما هستید. در خدمت آقای عمر آبرامیان، راجع به تاریخ کهن ایران و اسطوره اصلی و گفتار زرتشت صحبت میکنیم. من این فکرهایی که اومده یکی رو انتخاب کردم، اگر مایلید اینو جواب بدید که بعد وارد بحث خودمون بشیم. بله. چون یکی از این فکس ها حق داره که جواب بشنوه. این پرسش منم هست. بله. با درودهای فراوان به شما و به درود به مردان بزرگ، بزرگمرد ایران کوروش آریامنش. پرسش: چرا زرتشتیان برای گسترش فرهنگ ایران هیچ گونه کوششی نمی کنند؟ ما آگاه هستیم که موبدان ما را به این روز انداختند. آنچه کوشش می شود از سوی ایران دوستان غیر زرتشتی است.
دکتر علی اکبر جعفری، دکتر وحیدی، همر آبرامیان، دکتر خزائی، دکتر عباس ساسانفر، عباس شوشتری، هاشم رضی، خانک عشقی، بزرگ امید و دیگران. سپاسگزاریم دوستداران فرهنگ ایران. پرسش بسیار به جایی است، در این حال بسیار سخت که بشود این رو پاسخ گفت. به گمان من یک عامل نیست، عوامل زیادی رو باید بررسی کرد، یعنی در یک ناحیه نمیتوانیم این موضوع رو جستجو کنیم. یک این که از 1400 سال پیش، هنگامی که تازیان به نیاخاک ما تاختند و همه ارزش‌های فرهنگ ایران رو وارونه کردند و اون اندیشه‌های زشت تازی رو بر ایرانیان چیره کردند، هر کسی که از دین اسلام اگر برمیگشت به دین دیگری به عنوان مرتد کشته میشد. هنوز هم چنین هست. هنوز هم ما در همین 25 سال گذشته بس بسیارانی که به جرم اینکه از اسلام برگشته بودن، حالا به هر دینی از باهائیت گرفته مسیحیت یا حتی زرتشتی، اینها رو به عنوان مرتد شناسایی کردند و آزار رساندند، اموالشون مصادره شد، خودشون کشته شدند. گمان من این است که زرتشتیان بیم دارند از این که بخواهند آیین زرتشت رو گسترش بدهند و این گسترش سبب بشود که بسیاران روی بیاورند به سوی آیین زرتشتی و بیدرنگ میروند سراغ انجمنهای زرتشتی و درخواست میکنند که زرتشتی بشوند. من این موضوع رو دیدم در انگلستان، در کانادا، در شهرهای مختلف آمریکا که بودم و در اروپا و در ایران هم خبرش رو داریم. به ویژه در ایران که گروه به ویژه جوانان به سوی انجمنهای زرتشتی روی می آورند و درخواست می کنند که زرتشتی بشوند و انجمنهای زرتشتی اینها رو نمی پذیرند برای سلامتی خود اون داوطلبان. میگویند که شما اگه زرتشتی بشوید، خطری هم برای شما هست، هم برای دیگر همیهنان زرتشتی. این سخن من داوری نمی کنم که درست هست یا نیست، اما پیام من برای همه همیهنانم به ویژه جوانان این است که اگر شما دوست دارید که به سوی خانه پدر برگردید، یعنی خانه پدر که خانه زرتشت است، پیام زرتشت، و من همه شما را فرا میخوانم که به این خانه خوب پدر برگردید، هیچ نیازی به رفتن به انجمنهای زرتشتی نیست. شما به قلب خودتون برگردید، شما به انجمنی که در دل خودتون هست برگردید، شما به زرتشت برگردید. شما نخواهید که انجمنهای زرتشتی شما را بپذیرند. شما از خود بپرسید که آیا زرتشت شما را پذیرفته است؟ بنابراین به سوی زرتشت برگردید، با دلهاتان در قلبتون و با همدیگر کانونهای تازه پدید بیاورید، انجمنهای نوبهتینان پدید بیاورید، همدیگر را بنا کنید. هیچ نیازی نیست که ما به سراغ انجمنهای زرتشتی برویم. در انگلستان، در لندن مشکلی بود بین گروهی نوبهتینان و انجمن. از من خواستن تا در اونجا سخنرانی کنم. من بسیار دلشکسته بودم از جوانانی که بیش از 30 تن و اینها همه میخواستن زرتشتی بشوند و انجمن نمیپذیرفت. من از اونها پرسیدم که آیا شما به راستی زرتشتی هستید؟ آیا به راستی زرتشت شما را پذیرفته است؟ اگر احساس میکنید زرتشت شما را پذیرفته است، نیازی به انجمن زرتشتیان ندارید. خودتون انجمن نوبهتینان رو تشکیل بدید و خودتون با همازوری همدیگر ایران تازه‌ای بسازید. برگردیم همه با هم به خانه خوب پدر که خانه زرتشت است و گاتاها. دقیقاً اینی که بعد چند تا سوال اومده، این سوالات رو من تلفنی به شما جواب میدم که وقت برنامه گرفته نشه، چون این هم جزء خرافه هاست و حتی آقای رامبود بعد از برنامه من خدمتتون زنگ میزنم و این رو بحث میکنیم. ما از زرتشت یاد گرفتیم که دانش بزرگ همه چیزه، نظم جهان هستی همون کامل کننده دانش بزرگه، و همان پاک فکریه و نه حتما پندار نیک. پاک فکری یعنی خیلی چیزها رو آقای خانم شهلا میگه که اگر من مثلا یه چیزی رو کتمان کنم یا بگم نمیخوام به سوال شما جواب بدم، این دروغ نخیر. اگر شما بگی مستقیما راست بگی نمیخوام به سوال شما جواب بدم، نه.
اما اگه کار بدی کرده باشی میخوای اونو کتمان کنی، اون دروغه. این یه سوال کلیه و امیدوارم که جواب شما رو داده باشم. ما اگر مایل باشید پیام های قشنگ، ما اگه بخوایم بریم رو خشترا و اینا همینجور بگیم وقتمون تموم میشه و زیاد وقت نداریم. در جنگ با اون ملایان، چون من لغت دیگه براشون ندارم، کرپنها بله، یا کاهنان یا کاهنان یا بالاخره از زمان جادوگر قبیله این کلاهبرداران همیشه بودن، یعنی انگلن زالوان از خون اجتماع استفاده میکنن و شما رو همونجور که گفتین از خدای قاسم الجبارین و از بهشت و دوزخ و پل چینوات و پل سرات و اینا میترسونن که الان خدا شمشیر به دست میاد و سرت میبره. آیا پیامی به اونها هم داده؟ بله، اصلا اساس کار زرتشت از اونجا آغاز میشه تا میرسیم، چون جنگ با اونها بوده. بله، جنگ با اونها بود برای برانداختنشون، یعنی اول اونها رو بود. بله، من فکر میکنم سرود 32 بیشتر در همین راستاست. اگه پروانه بدید چند بندی از این رو بخونیم. ببینید خطاب کاملا روشنه به آخوندها، بله، به ملایان، به بله، لاویان، به کشیشان، به همه رهبران دین، به همه کاهنان در سراسر تاریخ و در سراسر جهان. جایی نیست که این خطاب رو نکرده باشه به اونها. میفرماید ای کژندیشان، همه شما و همه آنهایی که با خیره سری شما را میستایند، دارای سرشتی زشت و نادرست و خودستا هستید و این کردار فریبکارانه است که شما را در 7 کشور به بدی زبان زد کرده است. بدین سان شما اندیشه مردم را چنان پریشان و آشفته کرده اید که بدترین کارها را انجام می دهند، به دوستی با کژاندیشان رو می کنند، از اندیشه نیک دوری می جویند و از خرد خداوندی و راستی و پاکی می گریزند. ای کژاندیشان، ای ملایان، ای کشیشان، ای کرپانان، ای لاویان، ای مغان، ای موبدان، ای کژاندیشان، بدین سان شما با کردار بد اندیشانه و با اندیشه و گفتار و کردار زشت و نوید سروری به دروندان، یعنی دروغگویان، یعنی زشتکاران، مردم را فریب دادید و آنها را از زندگی خوب و جاودانه باز داشتید. از این راحت‌تر نمیشه. من واقعا چه جنگ بزرگی، من این رو بارها خونده بودم، این ستیز فرهنگی است. اینجوری که شما اینو تفسیر کردید که کژاندیشان از نظر زرتشت، کژاندیشان همونایی بودن که کلاه مردم رو برمی داشتن. بله، در سراسر تاریخ. بسیار زیبا بود، بسیار زیبا بود. این در یسناها نمازهای پنجگانه داره. بله، من برای اینکه اکثر بینندگان ما میدونن نماز پنجگانه اسلامی چیه، بله، من میخواستم اون نمازهای پنجگانه رو یه توضیحی راجبش بدیم، ساعتهاش و زمانهاش و خیلی مختصر حرفایی که میزنن. میخوام یه مقایسه بشه. ببینید، من یه روزی داشتم با یک مسیحی صحبت میکردم، گفتم در سرگذشت مهر من خوندم که در غاری تاریک به دنیا آمد و 3 پادشاه رفتن به دیدنش. بله. در زاده شدن حضرت مسیح هم خوندم که در استبلی به دنیا آمد، 3 کاهن رفتن به دیدنش. بله. هر دو مادرم باکره بودن. بله. یکی از اینا از روی اون یکی دیگه کپی کرده. بله. من نمیدونم کدوم بوده. بله. اجازه میدید من بگم؟ بله. یکی اینکه ایزد مهر، البته اینجا من میدونم از روی که خود من مسیحی زاده هستم و مسیحیان هرگز از این سخنانی که خواهم گفت خوششون نخواهد آمد، ولی راستی ها رو نمیشود پنهان کرد. ببینید، ایزد مهر بر اساس روایاتی که گفته شده از صخره سنگ پدید آمد و عیسی از مریم باکره که هر دو همون صخرگی رو دارن، هر دو صخره سنگ همون، بله، باکره. و همراه با ایزد مهر شما ببینید دو نگهبان مهری هستند، یکی در سمت راست که در واقع خوربران هست، یکی خوراوران هست، یکی در واقع شرق هست و یکی غرب، یکی سر برون آوردن خورشید و یکی نشستنگاه خورشید، هر دو
با این هستن و همون چیزی است که شما فرمودید اون مغان یا اون مجوسان که میروند به دیدار عیسی مسیح. و آیین‌های مسیحیت رو شما نگاه کنید، آیین فرض بفرمایید در همین روز کریسمس که 25 دسامبر همه سال ما در سراسر جهان زادروز عیسی مسیح که اصلا هیچ پیوندی نداره، شب یلدا و واژه یلدا یک واژه آرامی سوریانی است، یعنی تولد، یعنی زادروز مهر هست، هیچ پیوندی نداره. حتی درخت کریسمس یه درخت ایرانی است، ستاره‌ای که بر فراز اون رنگ‌های قرمز و سبز درخت گذاشته میشه یک ستاره آریایی است، شمعی که روشن میشه، بله آتشی که روشن میشه آذین درخت، سرودهای کلیسایی، همه اینها آیین‌های ایرانی و مهری است که از آیین مهر سرایت کرد با آیین مسیحیت که این جای دیگه یه چیزی دیگه لباس کاردینالا بله بله همون حتی سیاهی سرخی و حتی واژه پاپ واژه یا پاتریارک همه اینها برداشته از آیین مهری است با اندکی دستکاری و که برمیگرده میشود آیین مسیحیت. البته من همینجا توضیح بدم ما در خود کتاب انجیل با دو عیسی روبرو هستیم که اگر زندگی به جا باشد من این رو در برنامه دیگری شاید ماهای آینده خواهم گفت، یک عیسی راستین که بسیار دوست داشتنی است، یک عیسی ساخت و پرداخته اون پندارهای یاوه بافان که این دو رو باید از هم جدا کرد. دقیقاً اگر جدا کنیم آنگاه خواهیم دید که عیسی راستین چه عیسی زیبایی است، چه انسان بزرگی است، اما نه اون عیسی که اون شاخ و برگ ها که به اونها رو ازش که بگیریم اون وقت خواهیم دید که این عیسی چه عیسی باشکوهی است و چه بزرگمردی در تاریخ جهان، اما باید شناخته بشه. برگردیم با سر نمازها که فرمودید، بله این نمازهای پنجگانه اسلام هم بی‌تردید از ایران سرایت کرده رفته اونجا، همچنان که مهدیگری بله. از ایران سوال بعدیم سوشیانت بود پس برگردیم پس من اون رو نمیگم چون در این نمازها در معنویت یه خورده تکمیل شده تر و درست همون نمازهای معنویت اومده ارث رسیده اون حالا این پنج نماز البته این نمازهای پنجگانه که فرمودید نمازهای پنجگانه اوستایی باز اینو من تکرار میکنم دوستان هیچ پیوندی با زرتشت نداره، یعنی زرتشت هرگز نگفته است که این گونه نماز بخوانید یا نخوانید، زرتشت آزادی مطلق میگذارد که شما حتی بدی رو اگر میخواهید انتخاب بکنید بکنید، نه جهنمی برای شما هست نه دوزخی و نه نکوهشی، پاداش انتخابتون رو خودتون دریافت خواهید کرد، یعنی اگر راه بد رو انتخاب کنید خب بد خواهید دید در همین جهان نه جهان باقی، و اگر راه خوب رو اندیشه خوب رو برگزینید پاداش خوب رو در همین جهان دریافت خواهید کرد. حال این نمازهای پنجگانه نمازهایی بود است که پس از زرتشت ایرانیان پدید آوردند، در همون جا هم شکوه خیلی زیادی هست، یعنی در هر بامداد شما به استقبال به پیشواز خورشید رفتن و خورشید رو نیایش کردن، آتش رو نیایش کردن، آتش پرستی فرق میکنه، اصلا ایرانیان کی آتش پرست بودن؟ خود فردوسی میگه نگویی که آتش پرستان بودن که اونها یزدان پرستان بودن، من دقیقا شعرش خاطرم نیست اونم منم یادم نیست بله. ولی به هر رو ایرانیان هرگز آتش پرست نبودن، حالا کاری نداریم که خود نیایش آتش هم به زرتشت پیوندی نداره، اما چیز زیبایی است برای که شما نگاه کنید جهان این کره زمین پدید آمده از خورشید هست، از آتش هست، خود کره زمین چیزی نبوده است به جز آتش و ایرانیان آتش زندگی محاله، شما آتش رو از زیر زندگی بکشید بیرون تمام زندگی و هستی و تمام کیهان فرو می‌ریزه نیست؟ بنابراین نیایش آتش یا ستایش آتش با پرستش آتش دو تاست، بنابراین هر بامداد به پیشگاه خورشید رفتن و خورشید رو نیایش کردن ستایش کردن و هر نیم روز سپاس گفتن و هر شامگاه او رو بدرقه کردن و باز در واقع بدرود گفتن با خورشید بسیار آیین‌های زیبایی بود، اگرچه باز تکرار میکنم با زرتشت هیچ پیوندی نداره. نخیر اینها از دین‌های مختلف ایرانی بود که اندیشه‌های ایرانی بود، برگ در فکر کنید تنه درخت این گادها بود بلد. و بعد این شاخ و برگ‌ها رو بهش اضافه کردن گفتن این تنه محکم اینا رو نگه می‌داره. تازه همون هم باز نگاه میکنیم که اون در واقع ذهن خوشپرداز داستان سرایان یا افسانه پردازان ایرانی هر چیزی که پرداخت زیبا بود، توجه می‌فهمید در جای خودش ما میگیم اینا پیوندی نداره با زرتشت با پیام زرتشت، اما همونجا هم باز می‌بینیم که اون ذهن خوشپرداز داستان پردازان و افسانه پردازان ایرانی چه شاخ و برگ زیبایی می‌گذارن، چه اشکالی داره هر بامداد به استقبال خورشید رفتن و به خورشید سلام کردن، به خورشید درود فرستادن،
چه اشکالی داره به هنگامی که نشستنگاه خورشید سحرخیزی بله به درود گفتن به خورشید اینها بسیار زیباست و هر نیمه شب در واقع باز یک نیا سلامی به آسمان کردن هیچ زیانی نداره اما به این پیوندی نداره مسلمان ها یا تازیان این اندیشه رو گرفتن به شکل دیگری در آوردن حالا نکته اینجاست پروانه بدید این نکته اضافه میکنم اگر یک ایرانی پاکسرشت آتش رو نیایش میکنه که ای آتش فروزان باش در این خانه ای آتش هستی بخش ای آتش گرما بخش زندگی فروزان باش در این اجاق فروزان باش در خانه من در تن من که 37 درجه حرارت است در تن درخت که به من سیب و پرتقال میدهد و میوه های خوش آب و رنگ فروزان باش در این سرزمین این را بد میدانن به ما میگویند آتش پرستی اما خودشون هنگامی که بر مشتی خاک سجده میکنن این رو گل پرستی و سنگ پرستی گنبد پرستی نیست ببینید اینجاست که ما باید انصاف داشته باشیم درود بر شما درود بر روان پاک زرتشت ابر اندیشمندی که نخستین سنگ بنای تاریخ تفکر رو پی گذاشت و مردمان رو برای بهزیوی و دیرزیوی به نیک اندیشیدن نیکو سخن گفتن و کردوکار نیک برانگیخت و با درود به روان فردوسی بزرگ که زبان فارسی رو زنده کرد و با سرودن شاهنامه خودش این نامه کلان سند ملیت ایرانی رو نوشت و به دست تاریخ سپرد و با سپاس از شما که برای دومین بار این فرصت رو فرادست من گذاشتید محبت کردین شما اومدید خواهش میکنم این چون نام زرتشت برده شد من وقتی رفتم خونه اون شب اولا از این برنامه خانم من خیلی لذت برده بود از برنامه پریروز بعد خب ما تو خونم راجع به این چیزا صحبت میکنیم گفت چطور شد خشترا و هورتات و امرتات و اینا رو نپرسیدی گفتم وقت گفتم همه چیز بود وقت نبود گفت خب تو برنامه آینده گفتم نه دیگه برنامه آینده مختص فردوسیه حسنین هیکل به یک روزنامه‌نگاری گفته بود یه روزنامه‌نگار ایرانی که در این دنیا نیست و من در لندن در خدمتشون بودم گفته بود که شما چطور شد عرب شدید شما قبطی بودید شما فرهنگی داشتید هماهنگ فرهنگ ما چی شد که زبان شما رو از شما گرفتن جواب حسن هیکل خیلی جالبه گفت ما فردوسی نداشتیم درود بر شما گفت ما فردوسی نداشتیم درسته ما هر چی داریم من یک بار در یک برنامه کوتاه گفتم این عقیده منه فتوا نیست من فردوسی رو بالاتر از کوروش میدونم کوروش نتایج زحماتش بعد از دو نسل از بین رفت نسل چهارم کوروش یعنی خودش دو نسل بعدش نسل بعدی او دیگه کوروش نبود فردوسی نهالی کاشت که با تمام مخالفت هایی که با این نهال شد با تمام شاهنامه ستیزی که در طول تاریخ با این مرد و با گفته‌هاش و با طرز فکرش و با ایدئولوژی شده مقاومت میکنه و روز به روز باربرتر میشه این درخت انقدر ستبر شده که با هیچ چیزی نمیشه به جنگش رفت و خودش میدونسته مسئله مهم اینه که خودش میدونسته چه کار میکنه اونجا که میگه پی افکندم از کاخی بلند که از باد و باران نیابد گزند میدونسته که این آدم چه کار است راجع به چی حرف میزنه دانش بزرگ رو بهش رسیده بوده در زمانی که شمشیر عرب و ترک بالای سر مردم بوده و اون ایدئولوژی اسلامی خلیفه‌ای هم بالا سر مردم بوده میگه ز دهقان و از ترک و از تازیان نژادی پدید آیدن در میان نه دهقان نه ترک و نه تازی بود
سخنها به کردار بازی بود. زیان کسان از پی اینا رو میبرم از توشا، زیان کسان از پی سود خیش بجویند و دین اندر آرند پیش. توی اون بهبهه اسلام راستین خلیفه‌ای که گردن میزدند و اعدام میکردند و شقه میکردند، یک تنه بلند میشه و به همه چیز پشت پا میزنه زیر تیغ مردمی که میگن فردوسی به سلطان محمود غزنوی دستور داده، بارها و بارها به ترکان میپره و ترکان رو اصلا لجمال میکنه. اینها رو مارخار و سوسمارخار و اهریمن چهرگان عربها رو میگه. این آدم رستم بوده یا رستم فردوسی بوده که اینقدر با قدرت با ابهت در اون زمانی که اون اختناق بوده راحت یک تنه باید میسه حرفی میزنه که تا امروز این میمونه. من سوالم از شماست، چی میبینیم تو این مرد؟ پروانه بدید من نخواست یک واژه رو اندکی دربارش گفتگو کنیم و اون واژه ترک بود که شما به کار بردید. شوربختانه میدونم همین رو میخوام عرض کنم، شوربختانه در مردم ما هنوز اینجا نیفتاده و من در شگفتم. چرا؟ همه کتاب‌های تاریخ ما، ادبیات ما، از حافظ گرفته تا فردوسی تا جای جای این دفاتر فرهنگ و ادب ما، به روشنی واضح هست که ترک یعنی مغولان، بله، یعنی بیگانگان، آتارا، هیچ پیوندی با همیهنان ارجمند عزیز آذربایجانی ما نداره. اونها به ترکی سخن میگویند ولی ترک نیستن. اما شوربختانه این هنوز جا نیفتاده. اما من پیش حتی از اینکه ترکیه اینجوری ها، بله بله، ترکیه رو بل. ترکان سلجوقی ترکش کردن، اینا زبانشون رومی بود. بله مولانا خودش میگه اینجا رومه. بله درست، ما همه میگیم رومه. به همین در اصل روم کوچکم در تاریخ نامیده میشه. به هر رو من در سرآغاز این گفتگو اگه پروانه بدید یک نکته رو میخوام اینجا پیشکشی بدم به بینندگان ارجمند این برنامه. در ادامه سفری که به دور جهان داشتم با یکی از همکارانم از بنیاد فرهنگ ایران در استرالیا، رسیدیم به ونکوور و در اونجا با انجمنی آشنا شدیم به نام انجمن شاهنامه خوانان که من افتخار حضور در یکی از نشست‌های این انجمن رو داشتم و در اون انجمن به من ارمغانی داده شد و من می‌خواهم که این ارمغان رو امروز با شما بینندگان ارجمند این برنامه و همه همیهنانم او رو انباز کنم، با هم انباز شویم، شریک شویم در این ارمغان بسیار بسیار باشکوه. چامی است که من اون رو می‌خوام بخوانم. خواهش می‌کنم. به شما هم پیشکش می‌کنم این رو. خواهش می‌کنم. سخن گویم از سوز دل گوش کن، گر آزاده ای بشنو از من سخن. بسوزد در آتش گرد جان و تن، باز بندگی کردن و زیستن. اگر مایه زندگی بندگی است، 200 بار مردن باز زندگی است. دریق است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. در این خاک زرخیز ایران زمین، نبودند جز مردمی پاک دین. مردمی پاک دین، دین پاک مزدائی، دین پاک اهورائی. همه دینشان مردی و داد بود، که از آن کشور آزاد و آباد بود. یعنی از آن دین مزدائی و اهورائی که همه مردی و داد از آن برمیخواست، کشور آزاد و آباد بود. که انداخت آتش در این بوستان، که از آن سوخت جان و دل دوستان. کجا رفت آن دانش و دین ما، که شد مهر میهن فراموش ما. دانش و دین باز در این بیت با هم همراهند. بنابراین سراینده با آگاهی تمام میدانست که دین و دانش اگر با هم همراه نیستن، دینی که با دانش همراه نیست نبودنش نیست. بهتر از بودن. کجا رفت آن دانش و دین ما، که شد مهر میهن فراموش ما. به یزدان که این کشور آباد بود، همه جای مردان آزاد بود. در این کشور آزادگی ارج داشت، کشاورز خود خانه و مرز داشت. نه دشمن در این بوم و برلانه داشت، نه بیگانه جایی در این خانه داشت. نه گفتند حرفی کنایت بکار،
نکشتند تخمی که ناید به بار. چو مهر و وفا بود خود کیششان، گنه بود آزار کس پیششان. همه بنده پاک یزدان پاک، همه دل پر از مهر این آب و خاک. بزرگی به مردی و فرهنگ بود، گدایی در این بوم و بر ننگ بود. به یزدان که هرگز جهان آفرین، نه با بنده مهر دارد نه کین. پیام وحشور بزرگوار ایرانی اشوزرتوش که خداوند نه بخشنده است نه مهربان است، نه قهار است نه جبار است، خداوند فقط خداوند است. به یزدان که هرگز جهان آفرین، نه با بنده مهر دارد نه کین. زنیک و بدی هرچه آید به سر، ز خود بین و از کرده خود شمر. به یزدان که گر ما جزو داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. اگر ما دین مزدائی خودمون را رها نمی کردیم و در چنگ اهریمنان نمی افتادیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. از آن روز دشمن به ما چیره گشت، که ما را روان و خرد تیره گشت. از آن روز این خانه ویرانه شد، که ناناورش مرد بیگانه شد. حالا در جهان ای سرفکنده مرد، ز خود بایدت یک دمی یاد کرد. یاد از خود کن، برگرد به خانه پدر، برگرد به اون نیاخاک، برگرد به اون ریشه های فرهنگ. حالا در جهان ای سرفکنده مرد، ز خود بایدت یک دمی یاد کرد. ز خواب گران بایدت چشم شست، ز رخ گرد ننگین برافشاند چست. بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم، برون سر از این بار ننگ آوریم. رهانیم از چنگ اهریمنش، چو پروانه گردیم پیرامونش. بیاریم آن آب رفته به جوی، مگر زان بیابیم باز آب روی. درود بر سراینده این سخنان دلاری. روان فردوسی، من یاد یک شعری از فردوسی انداختیم، این رو جایی که با خدا صحبت میکنه و از پیری خودش میناله و بعد از جانب خدا خودش به خودش جواب میده. همون کاری که زرتوش هم این کاری میکرد. بله. خودش میپرسید، خودش پاسخ میداد. دقیقاً. چون من این رو نوعی گاتها میدونم. بله دقیقاً. ادامه همون گاتهاست. وقتی که در آخر پیری اونجا که میگه دو دست و دو پا و دو چشم من آهو گرفت و شروع میکنه ناله و شکایت کردن که بابا این چه وضعیه، جوان چون بودم به من خیلی محبت داشتی، چه شد پیر شدم مرا خار بگذاشتی. تو دوستان توجه داشته باشن، آهو یعنی بیماری، یعنی ضعف و علت. بله بله. میگه همینجا در چیزش میگه الا ای برآورده چرخ بلند، چه داری به پیری مرا مستمند. چو بودم جوان برترم داشتی، به پیری مرا خار بگذاشتی. همی زرد گردد گل کامکار، همی پرنیان گردد از رنج خار. دوتایی شدن سر به نازان به باغ. چقدر قشنگ تصویر اونجا که میگم تصویرگری، من شعر فردوسی رو گفتم سینما میبینم. دوتایی شدن سر به نازان به باغ، همان تیره گشتان گرامی چراغ. چقدر زیبا، بسیار بسیار باشکوه. چقدر زیبا میگه. پر از برف شد کوهسار سیاه، تصویرگری رو ببین. همین لشکر از شاه بیند گناه. به کردار مادر بودی تا کنون، همین ریخت باید ز رنج تو خون. تو که مادر من بودی، تو که منو میپروروندی، و با وخرت نیست نزدیک تو. پر از دردم از رأی تاریک تو، مرا کاش هرگز نپرورده ای، چو پرورده بودی نیازرده ای. چقدر قلدر با خدا میجنگه. بله بله. خودش جواب خودش میده. چنین داد پاسخ سپهر بلند، که ای پیر گوینده بیگزند، چرا بینی از من همین نیک و بد؟ چنین ناله از دانشی کی سزد؟ از یک آدم دانشمندی مانند تو این حرفا چه میزنی؟ چرا گردن من میذاری؟
تو از من به هر باره ای برتری، روان را به دانش همی پروری. میگوید تو از من هم برتری. بله. سپهر میگه همه چیز تویی، تو خودتی، بیرون از تو نیست. ای میگه آنان که دنبال خدایید، خدایید، بیرون ز شما نیست، شمایید، شمایید. این رو مولانا میگه. بدین هرچه گفتی مرا راه نیست، خور و ماه از این دانش آگاه نیست. من از آفرینش یکی بنده ام. آفرینش اشعار میگه. میگه من از آفرینش یکی بنده ام، پرستنده آفریننده ام. البته اینجا سپهر بلند این داره میاره، چون بدونید در اون زمان نمیتونست یه خود واضح‌تر صحبت کنه. به یزدان گرایو، به یزدان پناه، براندازه براندازه زو هر چه خواهی بخواه. این اصلا من نمیدونم این مرد کی بوده، این چی بوده، این نقاش بوده، سینماگر بوده، پند میگفته، عاشق بوده، نیخاره بوده، جنگجو بوده، رمان نویس بوده، همه چی، همه چی. این ببینید یک دریایی هرچی بیشتر توش غور میکنه. من البته یک کاسه کوچک انقدی دستمه. واقعا هر چقدر من از 7 سالگی شاهنامه میخوندم، هنوز توی ب هستم، به پ نرسیدم. همه همینطورن. من میخوام این رو اضافه کنم بر فرموده شما که شما جام کوچکی، پیاله کوچکی در دست دارید. همه کسانی که با این نامه کلان فرهنگ ایران زمین سر و کار دارن، هر یک پیاله کوچکی در دست دارن، اما دیدگاه ها دیگرگون هست. من برای نخستین بار پریروز که با شما نشست کوتاه زمانی داشتیم، از شما اون سینماتوگرافی شاهنامه رو دیدم و شنیدم و برای نخستین بار چقدر لذت برد جانم. چیزهایی که من ندیده بودم شما نشانم دادید که چگونه می شود از دیدگاه یک سینمایی، دیدگاه سینماچی در واقع یا سینماگر به شاهنامه نگاه کرد. اما خود من پیاله دیگری که در دست دارم، پیاله من این است که شاهنامه رو از آغاز تا پایان در پیاله اوستا و در پیاله گاتا می ریزم و چیز دیگری می نوشم. از همین سر آغاز که درباره خرد میگوید، خرد افسر شهریاران بود، خرد زیور نامداران بود، خرد رهنمای و خرد دلگشای، خرد دست گیرد به هر دو سرای. خرد افسر شهریاران بود، تاجیست، کلاهیست بر سر پادشاهان. اما هر پادشاهی نه. کیکاووس رو خواهیم دید اگه فرصتی باشه. ده. نگاهی به کیکاووس خواهیم انداخت که چی سیلی میزنه در گوش کیکاووس و پادشاهان بدکاری دیگر. شهریاران تنها پادشاهان نیستن. شما ای که بر تن و روان خودت خشترا داری، بر خودت میتوانی سازماندهی درست داشته باشی، شایست رو از ناشایست تشخیص بدهی، شما شهریار خود و شهریار خانواده خود هستی و در چنین حالتی است که خرد افسر شهریاران بود، نه تنها پادشاهان، هر کسی پادشاه زندگی خودش هست. بله، جمشید رو وقتی از خرد برمیگرده و بله. یک مرتبه کاری که میخواد بکنه که کار انسان نیست، بله. اونجا هم اشاره میکنه که بله. خرد از جمشید برگشته، بله. و رفته به جای دیگه. پروانه بدید من همین رو اندکی دربارش گفتگو کنیم. این واژه فره ایزدی رو به یاد دارید؟ زنده یاد احمد شاملو در همین دانشگاه برکلی در اینجا سخنرانی داشتند پیرامون فردوسی و شاهنامه. در اونجا با خنده و با تمسخر از فره ایزدی یاد بردن. من این سخنرانی رو بارها و بارها شنیدم و پاسخی هم نوشتم و در مجلسی سخنرانی کردم این رو در سیدنی استرالیا.
راجع به مسئله فر ایزدی و ناآشناییش زنده یاد شاملو با شاهنامه که ایشون پایگاه بلندی داشتن در تاریخ فرهنگ ادب ما، اما ایشون نمی بایست وارد این میدانی می شدن همه چیز همگان دارن، همه چیز رو همگان دارن، ایشون نمی بایست وارد می شد. ولی به هر رو ایشون به تمسخر گرفتن واژه فر ایزدی رو. من می خوام امروز با چند دقیقه فقط به این مسئله بپردازیم. واژه فر یا فره برخواسته از خوره پهلوی و این یک پرتوی است از فروق دادار آفریدگار که میتابد بر سرزمین، میتابد بر مردمان، بر پهلوانان، بر پادشاهان و بر شهریاران خوب که داریم در زبان اوستایی ائرینم خورنو یعنی فر ایرانی، داریم کوئنم خورنو یعنی فر کیانی. فر کیانی آن فردی است که بر پادشاهانی که ملت خودشون رو در دل خودشون حمل میکنند مانند کوروش بزرگ، فر یزدانی، فر ایزدی بر او چیره میشود و او در تمام راهی که میرود راه بر روی او باز است، گشوده است، مشکلی بر سر راه او خاری نخواهد بود. چرا که چون مردم باهاش هستند، مردم در قلب او هستند، مردم رو در قلب خودش داره حمل میکنه. اما به محض اینکه فر از او گسیخ، یعنی به مسک بدکارگی آغاز کرد، از راه فر، از راه عشا بیرون شد، فر از او گسیخته می شود. ببینید این که عرض می کنم این رو باید در پیاله اوستا ریخت اینجاست. به محض اینکه عشا رو شکست، فر از او گسیخته می شود و مانند جمشید با اره ضحاک بدونی می شود. خب در اینجا پادشاه دیگری رو خواهیم دید، ببینیم که این فر چگونه از او ستانده شده است. داستان رستم و سهراب هست، به کوتاهی خیلی به سرعت خواهیم رفت و نگاهی خواهیم کرد، چند بیتی رو بنگریم. کیکاووس پیام میفرستد برای رستم که هرچه زودتر خودت رو برسان، برای که سهراب آمده است و پهلوانان ایران رو یکی پس از دیگری درو میکند. رستم اندکی بی تفاوتی نشان میدهد، شتابی برای آمدن ندارد. سرانجام میرسد با گیر و همراه گیر میرسند و کیکاووس یکی بانگ زد برزد بگی و از نخست، پس آنگاه شرم از دو دیده بشست. کی؟ کیکاووس. یعنی شرم تموش. از بله. که رستم که باشد که فرمان من کند پست و پیچت ز پیمان من. رستم کیست؟ رستم ملت ایران است. نماد ملت ایران است. این شاه بدکاره میگوید که رستم که باشه ملت کیست؟ من در شاهم. خدمت من شاهم. که رستم که باشد که فرمان من کند پست و پیچت ز پیمان من. اگر تیغ بودی کنون پیش من، سرش کندمی چون ترنجیزتن. بی محابا میخواهد ملت خودش رو تماما سر بزنه، کمان که بسیاری از شهریاران خودکامه و بیگانه سر ملت ایران رو زدن. آخرینشون رو هم دیدیم همین 25 سال گذشته که فرمان روایان تازی پرست بر ایران و بر ملت ایران چه کردند و چه ها میکنند. بفرمود پس توس را شهریار که رو هر دو را زنده برکن بدار. یعنی کی؟ یعنی رستم و گیو رو، دو انسان فرزانه شاهنامه رو، هر دو رو بردار کن. به دست کی؟ به دست توس، یکی از بدنامترین پهلوانان ایرانی. همه جا درویه بازی میکنه. همه جا درویه بازی میکنه. به توس میگوید تو برو رستم و گیو رو بردار کن. تنها کنون... چیزش این بوده که پسر نوزره. فقط کنون هر دو را زنده بردار کن، و از ایشان تو مکشای با من سخن. ز گفتار او گیو را دل بخست، دل گیو زخمی شد، خون از دل او ریخت. که بردی برستم بران گونه دست، شده تند کاووس چین بر جبین، شده راست مانند شیر قرین. برا شفت با گیو و با پیلتن، بدو خیره مانده همه انجمن. خود از جای برخاست کاووس کی، برافروخت برسان آتش زنی. بشد توس و دست تهمتن گرفت. توس بلند میشه و دست رستم رو میگیره که شاید از منزل بیرونش کنه. بدو مانده پرخاشجویان شگفت، که از پیش کاووس بیرون برد، مگر اندران تندی افزون برد. اما ملت، اما رستم تهمتن بزد دست بر دست توس. تو گفتی ز پیل ژیان یافت کوس، ز بالا نگون اندر آمد به سر، زدش زمین برو کرد رستم به تندی گذر. تهمتن برا شفت با شهریار، که چندین مدار آتش اندر کنار. همه کارت از یک دگر بدتر است، تو را شهریاری نه اندر خور است.
چون این تاج بر تارک بیبها بسی بهترن در دم اژدها. من اون رستم زال ناماورم که از چون تو شه خم نگیرد سرم، ز مصر و ز چین و ز هاماوران، ز روم و ز سگسار و مازندران، جگر خسته تیغ و تخش منند، همه بنده در پیش رخش منند. تو اندر جهان خود ز من زنده ای، همه شهریاران، همه رؤسای جمهور، همه فرمان روایان بدانند که آنچه را که دارن از ملت خود دارن. تو اندر جهان خود ز من زنده ای، بکینه چرا دل پراکنده ای؟ تو سهراب را زنده بردار کن، برو دشمن رو بکش، بدخواه را خواه کن. چو خشم آورم، چو خشم آورم شاه کاووس کیست؟ چرا دست یازد به من توس کیست؟ چو کاووس پیشم چو یک مشت خاک، چرا دارم از خشم کاووس باک؟ ببینید اینجا فره از او گسیخت. بنابراین فره ایزدی، حتی فره کیانی، هنگامی که میگوییم فره ایرانی، نمنظور این است که هر کجا مرز ایران هست در اونجا پرتو الهی هست، چنین چیزی نیست، فروغ خداوندی هست. شما اگر در آمریکا، اگر در آفریقا، اگر در اسکیمو، در هر کجا که هستید، اگر اون بار فرهنگ ایران رو با خودتون دارید، اونجا فر ایرانی تابناک است. ولی اگر در درون خاک ایران هستید با اون اهریمنی رایات، اونجا فر ایرانی نیست در درون خاک ایران. هیچ. درسته؟ دقیقا. بنابراین فر ایرانی یا ارین نمخورنو، یعنی آن فردی که هر آدمی همراه با خودش میبره در هر کجای جهان، همراه با فرهنگ، همراه با پیام زرتشت، همراه با داده های خردمندانه فردوسی و ریشه ها در اونجا، میتوانه فر ایرانی رو زنده داشته باشه. متاسفانه ایرانیانی هستن در همین شهر لس آنجلس که هر روز سفره بی بی سکینه و بی بی رقیه میندازن و در بیگانه پرستی، بیگانه پرستی، بیگانه پرستی و خودفروشی و کارهای عجیب و غریبی که میکنند. حتی مسلمون نیستن، ادعای مسلمونی میکنن، مسلمون هم نیستن. دست کم مسلمون هست. یا هر چیزی هستی درستش باش، نصف کاره نباش. بی بی سکینه رو در اینجا کسی راه نمیده. اگر تو با خدا کاری داری، برو به دنبال خدا. اگر دزدی و جنایت و مال مردم خوری و کاری کردی که بی بی سکینه ببخشتت، بلمعتلی، این راه شما به ترکستانه. اما برگردیم به فردوسی. من عاشق این صحنه هستم و یکی از صحنه های عجیب و غریب فردوسی، گفتم امروز من فردوسی رو نتونستم پیدا بکنم، جنگ رستم و اسفندیاره که از زیباترین که ایران رو با فردوسی، با ایران رو با فردوسی طرف میکنه. چون اسفندیار آدم مثبتیه، پدرش آدم منفی شده، اسفندیار آدم مثبتیه، رستم هم آدم مثبتیه. وقتی این دوتا رو به جنگ میندازه، چقدر با احترام، چقدر با نزاکت، حد وقتی که اینا با هم میجنگن، با دشنام به هم نمیدن. دیگه این جنگ رستم با فغفور چین و خاقان چین و نمیدونم افراسیاب نیست، به کل این جنگ ها فرق میکنه. و بزرگواری رستم، بزرگواری اسفندیار و این که میگه من مأمورم که این کار رو انجام بدم. پدرم هم کبیه، هم پدر منه، به من دستور داده تو بیا، من هر کاری بخوای میکنم. او هم میگه که من رستمم، تو راه رو عوضی اومدی. و وقتی که جنگ تموم میشه که میگه بخوردی یکی چوب تیر گزین، سرت را نهادی به قرپوس زین. اینجا حالا شما بعد که رفتین از این دید نگاه کنید، صحنه سکوته و فردوسی زیباترین کاری که میکنه اینجا با شیهه رخش سکوت رو میشکنه.
اون نگاهی که من دارم میکنم اون نگاه شما با شیهه رخش میشکنه و اون جواب شعرش رو میبینه که ببینیم تا اسب اسفندیار درهنه بیاید سوی یه چیزی داره که اون رو میگه آخر این رو یه جای دیگه اینقدر قشنگ با این کلمات بازی میکنه. من پیر شدم دوستان ارجمند بینندگان گرامی، من از همه شما خواهشی دارم، من اینجا نخواهم بود اما شما بخواهید از استاد رضا فاضلی که بیشتر به شاهنامه بپردازن. من به راستی چیزهایی از ایشون در همین پریروزی که ما با هم فکر میکنم نه بیشتر از نیم ساعتی بودیم، کمتر از شاید نیم ساعت، ولی دیدگاه‌هایی رو بیان کردن از شاهنامه از دیدگاه سینماگری خودشون، از اون حرفه سینمایی که به راستی برای من بسیار شگفت‌انگیز بود. اما پروانه بدید که من هم از همین داستانی که شما گفتید حالا من هم با پیاله خودم جامی بردارم. اینجا دو نکته رو نباید فراموش کنیم. نکته نخست این که درست است فرمودید که هر دو انسان‌های برگزیده‌ای هستند، اما اسفندیار خامی می‌کند، نپختگی دارد. درست است که پدر او بدکار بود، چه کسی بود بانده کیکاووس، اما خود اسفندیار هم خامی می‌کند. اما در اینجا نکته‌ای هست، نکته این است که اسفندیار زرتشتی است. بله. و رستم مهری است. بله. در اینجا اون زرتشتی عشا رو میشکند، این مهری عشا رو نمیشکند. باز همینجا هم پیام زرتشت رو ما باید به گوش داشته باشیم، هم پیام فردوسی رو. مهم این نیست که من نامم چیست، مهم این است که اندیشه و گفتار و کردارم چیست. من نام زرتشتی رو با خودم میکشم، اما گفتار و کردارم بر مبنای داده های زرتشت نیست. اسفندیار خامی کرد، عشا رو شکست، اما مهری نشکست، رستم عشا رو نشکست. دوم، رستم هنگامی که در کار کشتن اسفندیار هست که سیمرغ میآید و به او آموزش رو میدهد از طریق پدر، از طریق زال، رستم آگاه هست که نه تنها در این جهان که در سرنوشت کسی که اسفندیار را بکشد و را بشکرد روزگار، هر کسی که اسفندیار را بکشد روزگار او را خواهد شکست، هم در این جهان هم در جهان پسین. این را میداند. و رستمی که 650 سال کوشش و تلاش کرده است برای جاودانگی خود، که جاودانگی را برای خود ذخیره کند، اینجا میداند که اگر اسفندیار را بکشد جاودانگی را از دست خواهد داد، یعنی اون بهشت یا اون سرای درخشان مینو رو از دست خواهد داد، اما میکشه. چرا؟ کشتن و شکسته شدن به دست روزگار بهتر از ننگ دست بسته شدن. حاضر نیست دستاش بسته بشد که من رستم، نه، من به نسل‌های آینده خودم نمیشود. من به زادگان آینده این میهن، این سرزمین درسی خواهم داد که به هر قیمتی بمیرید و بمیرید و بمیرید، اما پروانه ندهید کسی دستان شما رو دستبند بزنه. البته منظورم از دستبند زدن این نیست که اگر تسلیم شدن، شما می توانید در بند باشید، یک آزاده می تواند در بند باشد و زنجیرها تا مغز استخون او فرو رفته، اما آزاده، اما سربلند مانند رستم. مهم نیست که ما سرای درخشان مینو رو هم از دست بدهیم، مسئله این است که آزادگی و آزادمردی و عشا رو نشکنیم، همچنان که سیاوش هم نشکست. سیاوش تا پای مرگ رفت و کشته شد مانند یک بره، اما عشا رو نشکست، پیمان نشکست. این است اون چنان که اگر ما این شاهنامه رو در پیاله اوستا و به ویژه در پیاله گاتاها هنگامی که می‌ریزیم، یک نوشابه بسیار زندگی بخشی به ما داده می‌شود. چه بسیار، چه ببینید فردوسی، من باز همون از دید فیلم سازی، از دید فیلم سازی، چه دید زیبایی هم هست. فردوسی اسفندیار رو انقدر متحرش میکنه، انقدر پاکش میکنه. دیدید تو فیلم ها وقتی که شروع میشه یک آدمی رو توجیه میکنن که این آدم اینجوره، بدون اینکه با شما صحبت بکنن توجیه میکنن این آدم آدم درستی. وقتی رابین هود رو میخوان بسازن، رابین هود حرکاتی که میکنه، حتی اون وقتی سر خشم میاد میخنده. فردوسی همین کار رو با اسفندیار میکنه. اسفندیار رو پدرش
به عناوین مختلف میگه بابا جان تو موقع پادشاهی تموم شده، بیا باید من پادشاه بشم. پدرش بهانه براش میاره، میگه این کارو بکن، میگه چشم، میگه به جنگ جادو برو، میگه چشم، میگه اونجا. آخرش میبینه هیچ کدوم اینا به این اثری نمیکنه، زنجیرش میکنه میندازه زندان و مدت‌ها این تو زندان میمونه، زندان‌های قدیم، حتی از زندان آخوندها بدتر بوده. اسفندیار یه روزی بلایی برای ایران، برای گشتاسب میاد، برای اون سرزمین ایران میاد و میان که میگه برین فقط اسفندیار میتونه چاره این کارو بکنه. آهنگران میان اینا که این مسمار رو، این زنجیر رو از تن این باز بکنند و طول میکشه. اسفندیار یه تکونی به خودش میده، زنجیرها رو پاره میکنه. بله. و بعد میگه که اون چیزی که من رو اینجا در بند نگه داشته بود این زنجیر نبود. بله. این دستور پدر بود. یعنی اینقدر این آدم رو میپرورد. رعایت قانون بود. بله. رعایت قانون بود. پدرم به من گفته، من اون پادشاه گفته من زنجیر کنین، من میمونم. زنجیر من نگه نمیداره. بله. این آدمو با این منزهی میاره. بله. و بعد همونجور که الان شما اشاره کردین که من هیچ وقت یاد این نبودم، بیدانشی میکنه. بله. مادرش حتی میاد باش میگه نرو. نرو. سراغ رستم نرو. با رستم کار نداشته باش. اینا اصلا من اولی اینایی که میگم اینا رو چون تصویر دیدم. بله. شعرها رو که میخونم من تصویر میبینم، مثل به قول عربا که نقش فی الحجر روی سنگ نوشته میشه توی مغزم و تمام اون صحنه ها رو، من صحنه زنجیر پاره کندن اسفندیار رو قشنگ دیدم توی مغزم. اینقدر فردوسی، الان میگم پیدا نکردم که یه مقدار شعر بیام توی اون مایه‌ای که پریروز با هم صحبت کردیم راجع به مثلا رستم میخواد بره جنگ. بله. فردوسی شروع میکنه کلمات انتخاب کردن که شما نمیتونید بخونید. بپوشید رستم سلی نبرد، نخست از جهان آفرین یاد کرد. اگر معنی این رو بخواید منتقل بکنید، بله، مجبورید با قدرت و موزیک جنگ این رو بخونید. بله، رزم‌آوری. بله. بپوشید رستم سلیح نبرد، این ر رو که میاره اینجا. بله. بله. جنگ نمیگه، میگه نبرد. شما مجبور بشی با اون حالت. بله. نخست از جهان آفرین یاد کرد. بله. وقتی که رخشش رو میبرن در سمنگان، این یک مرتبه بلند میشه و دورورش خالی میبینه. یادم نمیاد شعرهاش، من به خودم پروانه نمیدم شعر فردوسی رو خراب بکنم. یک مرتبه یک صحنه ای نشون میده که شما احساس میکنید تو بیابون وایسادی، دور و برت هم هرچی نگاه میکنی یه تپه اینوره اونورم دشت، هیچ کسی نیست و از رخش عصبانی میشه و شروع میکنه که اگر ببینم این رخشو جا به جا سرشو میبرم. اون خشم رستم رو آنچنان تصویر میکنه فردوسی و شما تیغ و پاره کردن سر رخش رو میبینی. بله. اون قسمت رستم اشکبوسی که براتون خوندم که زوزه های باد، یا اگر چیز رو شما بتونید پیدا بکنید، شب من شب بیژن و منیژه، بیژن و منیژه رو براتون در این پوشینه نیست. اما بله. به همون مسئله که فرمودید باز برگردیم به اسفندیار. بله. در اینجا نکته ای هست و نکته این است که رستم بابومندانه به چقدر دوستانه عمل میکنه. میاد او رو دعوت میکنه به شام. بله. چرا؟ برای که بر بنپایی این فرهنگ که فرهنگ ایرانی است میخواد طرف نمکگیرش. بله. هنگامی که تو در خانه من آمدی و نمک من رو خوردی، دیگه تیغ به روی من نخواهی کشید. او رو دعوت میکنه، فرا میخونه که امشب با هم، حالا بیا امشب با هم شام بخوریم تا فردا. اسفندیار دست رستم رو میخونه، نمیپذیره که نمکگیر نشه. بل. میگه بسیار خوب، حالا که تو نمیای پس من میام به خانه تو. باز همون است که من مهمان تو بودم. بل. تو چگونه میتونی بر روی مهمان شمشیر بکشی؟ باز نمیپذیره اسفندیار.
و اسفندیار این که فرمودید که این دو به هم فحاشی نمی کنن، ناسزا نمی گوین، تنها یک نکته هست که در واقع اسفندیار می خواهد وا بدارد رستم رو به این جنگ ناخواسته رستم. می گوید که بله، میگه که تو من نیاکان من همه پادشاه هم در پادشاه بودن، اما تو زاده اون زال هستی بله. که هنگامی که به جهان آمد آنچنان زشت رو بود که پدر بزرگ تو او رو برد در بیابانها انداخت و سیمرغ مرغی او رو برداشت و به عنوان خوراکی برد در لانه خودش، و جوجکان او با اینکه گرسنه بودند ناهار بودند، واژه ناهار بله. یعنی بله. گرسنه بله. یعنی سیر نبودند، با اینکه ناهار بودند اما نخوردند پدر تو رو از بس که زشت رو بود، و تو زاده چنین کسی هستی. هزار یک گونه سعی میکنه که او رو به جنگ بکشونه و رستم مرتب کوشش میکنه که بگریزه از این جنگ ناخواسته، جنگ نابرابر در اصل. چرا؟ برای که اگر ای کشته بشود به سود ایران نیست، اگر او کشته بشود به سود ایران نیست و به سود عشا نیست. واجب فهمید اینجا رستم به راستی عشا رو در میابه، بارون اون داستان معجزه فردوسی. بله معجزه فردوسی. بله میفرمودید شما یک کارهایی میکنه. من اون قسمت جنگ رستم و اشکبوس رو بله من خواهش میکنم یک بار بگید به همون شکل برای من خدمتتون. منتها امروز اول برنامه یک سیستمی شد اینجا، کارهایی که من کرده بودم عشای من به هم خورد بله. و اینکه میبینید یه مقداری من منقلبم به خاطر اینکه من آدم خیلی پرفکشنیستی هستم بله. همه کارا باید درست سر ساعت اونجوری که میخوام انجام بشه. یه جوری نشد، کامپیوتر را نداد، صبح اینجا گرفتار شدیم، همه چیز هول هولکی شد. دیدید که من میدویدم همش میدویدم در جنگ رستم و اشکبوس 4-5 خط شعره که در صحبتی که پریروز با آقای آبرامیان داشتیم من این رو گفتم، و چون ایشون خوششون اومده من مطمئنم شما ها لذت خواهید برد. در سینما ما پلان های شما همتون فیلم دیدید، پلان کوچک داریم میگیم کلوز آپ، پلان های میدیوم شات داریم که مثلا وقتی دوربین ما دو نفر رو نشون میده میدیوم شاته، پلان لانگ شات داریم که مثلا دو نفر دارن راه میرن، پلان های عمومی داریم که یک دریا رو، یک منظره رو، یک جنگل و کوه رو نشون میده. اینا پلان رو ما در فرانسه، در ایران چون لغت های سینمایی رو از فرانسه گرفته بودیم، همین شاتی که اینجا میگن اونجا ما میگفتیم شات، درشت و اینا رو هم همون کلوز آپ میگفتیم یا میدیوم شات میگفتیم. پلان های تازانو رو میگفتیم پلان امریکن. اینی که من پلان اجرا میکنم پلان چیز نیست، پلان به فرانسه یعنی شات به انگلیسی. فردوسی وقتی شعر میگه برای من سینماگر میدونم که لنز دوربینم چیه، چه موزیکی داره میگه، خود شعر میگه، ساند افکتش چیه، و من چه جوری باید دوربینم رو تنظیم کنم. یک شعر تکی داره که یه روزی آقای سعید قائم مقامی 2-3 سال پیش این رو به چیز گذاشته بودن که ز سم سطوران در این پهندشت، زمین شد 6 و آسمان گشت 8، چه معنایی داره. وقتی که با سینما به این شعر نگاه کنید یک منظره ای رو شما میبینید که مثلا 1,000,000 سوار داره میاد، برق تیغهاش رو میبینید، برق نیزه ها رو میبینید، کلاه خدا رو میبینید. توی فیلم های رومی دیدید که اینا رو پلان های عمومی نشون میدن که هزاران سوار داره میاد، و انقدر سم اسبان از اول که شروع شده این زمین رو گرد و خاک و کنده رفته آسمون که از 7 طبقه زمین 1 طبقهش کنده شده و به آسمون رسیده. در یک کلمه شعر، در یک خط شعر میگه ز سم سطوران در آن پهندشت، زمین شد 6 و آسمان گشت 8. این رو من سینما میبینم، من اون آدم ها رو میبینم، من گرد و خاک رو میبینم، من میدونم که دوربینم رو گذاشتم سر تپه، پلان باز گذاشتم و همه این رو دارم میبینم. این یه پلان عمومیه.
اما وقتی که میخواد مونتاژ و دکوپاژ و چیز بکنه، شعریه که من نمیدونم که اصلا منتسب به فردوسی شکست و مال یکی از جنگای توی چیز با تورانیانه، برید و درید و شکست و ببست یلان را سر و سینه و پا و دست. نه. این دکوپاژ مونتاژه به فارسی. نه. برید و درید و شکست و ببست، یلان را برید میشه سرش، درید میشه سینه‌شون، شکست میشه پاشون، بس میشه دستشون. حالا دوباره میخونم، شما یه جور دیگه این شعر رو ببینید. برید و درید و شکست و ببست، یلان را سر و سینه و پا و دست. اشاره به اینجا میشه، یعنی اینا رو جدا میکنه از هم، بعد مونتاژش میکنه. ببینید حالا خیلی کسا این شعر رو میخونن اینجوری که من میبینم نمیبینن. درسته. در جنگ رستم و اشکبوس 4-5 خط شعر داره فردوسی. میگه بمالید چاچی، خیلی زیبا میگه. اصلا وقتی که این جنگ رو میخواد شروع کنه، انقدر صحنه پردازی میکنه، انقدر یکی یکی پهلوانا رو میفرسته، هر کدوم از دست اشکبوس یه تلنگر میخورن و فراری میشن. حتی توس میخواد بلند شه بره، رستم میگه این کار تو نیست، این کار مرده. را میفته و پیاده میاد و اشکبوس شروع میکنه مسخره بازی کردن که تو چجوری، چرا چیز نداری؟ میگه پیاده مرازان فرستاده توس که تا اسب بستانم از اشکبوس. ببینید طوری حرفا رو، اولا فردوسی آدم یه حرف تو حرف میاد، فردوسی خیلی آدم با تربیتیه، هیچ شاعری رو ما به با تربیتی فردوسی نداریم. درست. یک کلام حرف مزخرف، حتی درباره ضحاک وقتی میخواد بد بگه میگه پژوهنده را راز با مادر است. چقدر راحت حرفشو میزنه، میگن که آخه برادرای این آدم خوب، پدرش آدم خوبی بود، این چرا یه آدم بد شد؟ میگه پژوهنده را راز بود. اینقدر زیبا این حرفاشو میزنه. به یارو هم میگه چون نازش به اسب گران مایه دید، کمان را به زه کرد و اندر کشید، یکی تیر زد بر اسب او، کشانی در آمد ز بالا به روی. اینا رو صحنه پردازی میکنه. بعد اشکبوس هی به این تیر میزنه، به بارش برش تیر باران گرفت، کمانش کمین سواران گرفت، همینجور میگه تا رستم نوبتش رو یه تیر در بکنه. تیر رو در میاره، میگه بمالید چاچی، کمان را به دست، یه دوربین درشت میذاره، دست رستم رو میگیره، داره توی این زاویه‌ای که جای دست جا میندازه. بمالید چاچی، کمان را به دست، کسانی که تیراندازی کردن میدونن باید دستشون رو میزون کنن. تیر رو میذاره روی این زه که بعد میگه این زه چیه، باز درشت میگیره از این و شستش رو میذاره به چرم گوزن. این زهی که اینجا درست کرده نوعش داره برای شما میگه چیه، اینی که میگم سینماست اینه. به چرم گوزن اندر آورد شست، اینجوری تیر رو معمولا اینجوری میذارم، ستون کرد چپ راو، خم کرد راست، همینجوری میگه چون موزیک میخواد به من بده که این کشید. فقان از چم چرخ چاچی بخواست، تیر یه چرخ داره اینجا، یه تیکه چی صاف داره که میگیرن، یه چرخ هم اینجا داره، میگه انقدر اینه کشید تا جرق جرق این کمان بلند شد. فقان از چم چرخ چاچی بخواست، این سینما ما بهش میگیم افکت، انقدر اینه کشید تا جرق جرق این چوبو در آورد. چو سوفارش آمد به پهنای گوش، یه پلان اینجاست، ز چرم گوزنان برآمد خروش، ولش کرد بنگ، ز چرم گوزنان برآمد خروش، یعنی بنگ، باز افکته. یک پلان درشت میگیره، سر تیر و دست رستم تو این فیلمای که درست میکنن دیدین، چو پیکان ببوسید انگشت او، پیکان سر تیره، کات میکنه میره پشت اسفندیار، یه دونه پلان میذاره، سر تیر میاد بیرون، گذر کرد از مهره پشت او. ببینید به چه قشنگی، چون ما وقتمون تمام شده بقیهشو نمیدونم. اینو
بله من یک دقیقه فرصت یک دقیقه شما بشم. بله آقای پاول با ما مدارا کنید یکی دو دقیقه رو. به باور من همه نگونبختی های ما ملت ایران از این است که از اصل و از اون بنمایه های فرهنگ خودمون دور شدیم. امروز که هر روز چشم این دوختیم که میهن ما از دست این اهرمنزادگان ایران ویرانگر از این مارخار اهرمن چهرگان، برای فردا هیچ طرحی نداریم. من از شما استاد ارجمند جناب استاد رضا فاضلی خواهش میکنم در همین برنامه‌هایی که دارید مردم رو برانگیزید، فرزانگان ایران رو من هم اکنون برمی‌انگیزم و فرا می‌خوانم همه فرزانگان رو که بیایید همه با هم انجمنی فراهم بیاوریم، فرض کنید نامش رو بگذاریم انجمن فرزانگان ایران، از درون این بنمایه‌های فرهنگ ایران، از درون گاتاها و اوستا و شاهنامه و دیگر پایه‌های این فرهنگ یک ایدئولوژی آرمانی بسازیم، یک ایدئولوژی که شاخ و برگ اون در روزگاران امروز باشه، همراه و مناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و همه داده‌های روز و تکنولوژی، اما ریشه‌ها در خاک، ریشه‌ها در اینجا در این بنمایه‌ها.